با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم یک ویدیو دیگر و آرزوی سلامتی و تن درست برای شما دوستان عزیزم. این ویدیو مختص استاد احمد ظاهر و خاطرات و نظرات دوستان عزیزمون، خانم هنگامه عزیز، که ببینیم نظرشون در مورد احمد ظاهر چیه، که پیشنهاد میدم از دست ندید. و همچنین جز شاعران افغانستان، حالا ما شناخت زیادی ازش نداریم ولی خیلی تأکید کرده بودن، جناب زلمی آدا یا زلمی ادا، اینجوری نوشته، فارسی کلاهک و اینا نداره، انگلیسیش هم ننوشته، که ببینیم ادای یا حالا هر چیزی بچه ها بهتر میدونن، از خاطراتی که با استاد احمد ظاهر داشته، شاعر بوده، که آیا ببینیم تو نوشتن شعرهای استاد احمد ظاهر کمکی چیزی کرده یا نه، از دوستان بوده، آشنایان بوده، چطوری بوده. این برنامه رو از دست ندین که یه برنامه فوق العاده جذاب خواهد بود. و در آخر ویدیو هم نظر بانو هنگامه در مورد استاد احمد ظاهر، که بی صبرانه منتظرم ببینم چی هست. بریم داشته باشیم. عزمی گرفته شده و دوبایی خودش دمی 12 فرده که بالاخره یک روبایی رو میسازه. عزیز اگر نه ایره کم ساخته میتونی نه با راضی عدول نمیشه. راجع به این رفیقای احمد ظاهر چی نظرت دارین؟ اصلا خود دوستی ها جنبه های مختلف داره. یکی دوستی های است که بالاخره از شرکات مسائل خود فرهنگی بیخی به دور میباشه، او تو دوستی ها موجود داره. احمد ظاهر یک آدم بسیار اجتماعی بود و برالوی ازی تو کسایی را که نزدیکی خودشان را به احمد ظاهر نشان بتن و مسائل فرهنگی، مسائل بر از اونها هیچ مطرح نبوده باشه، با تو دوستا خود زیاد داشته. مگر تو کسی که اگر ادعا بر این مسئله داره، او را اگر مشخص بکنه که من در موردش صحبت بکنم، در غیر از اون من کسی را سراغ ندارم که او مسئله نزدیک بودن با مسائل فرهنگی با احمد ظاهر داشته بوده باشه. ما از زمان که شما از نزدیک میدیدین همین فرهنگی های کمره احمد ظاهر، آقای نینواز بود و دیگه که بزرگای که بودن نامشون رو بگیرین سن. دقیقاً استاد نینواز، کاش زنده بودن، روحشون شاد. آره دیگه، استاد نینواز بود که مقبرهشون کنار مقبره استاد احمد ظاهر بود، همونجا بود. و یه سری از دوستان دیگه، ما از حلقه خود موسیقی صحبت بکنیم، مثلا کسی که طبله می نواخت اگر امروز بود صبح مثلا کسی دیگه بود، مثلا استاد هاشم کسی است که اونم معروف بوده در تصانیف و در مثلا طبله بوده، مثلا آصف برادرش بوده، او با ما بوده، مثلا در مجالس محافل ما بوده، مثلا برادر دیگه شان مرحوم که اسمشان فراموشم شده میاره بوده، بسیار کسا بودن از مسائل موسیقی دانایی که بالاخره میتونستن که او خو اگر شما او جاز و مثلا ترمپت و گپای دیگه را اگر بگیرین، ما خو استاد ننگلای هم بود در اساس. او خیلی بیمعرفتیه که هنرمندایی که در زمان قدیم بودند الان زیاد اسمی ازشون نمیشه، ازشون اون تقدیرها نمیشه، اون حمایتها ازشون نمیشه که کمکی بکنن به موسیقی افغانستان. چرا باید کنار گذاشته بشن؟ حالا طبله نواز بوده، گیتار زن بوده، ویولون زن بوده، یا هر چیز دیگه، میدونید دونه دونه دارن بالا میان و خاطراتی که داشتن با استادان اون زمان و اسمهایی که تو خاطر خیلی ها نباید باشه، این بیمعرفتیه. مثلا دیگه استادا نقشه داشتن، تو مختص نمیتونه که آدم بگویه که یک نفر با احمد ظاهر بود که رپلا می نواخت، یا یک نفر با احمد ظاهر بود که یک آله دیگه موسیقی رو می نواخت. خب خیلی که احمد ظاهر کار هنری داشت، هنرمند بود و من نزدیکترین دوستاش و بهترین دوستاش هم همین فرنگی ها بودن و دیگر آن در دوابط شخصی و شناخته شخصی بوده باشه. راجع به مرگ احمد ظاهر چی نظر دارین؟ چی خاطرات تانه باین؟ چی شنیدین راجع به احمد ظاهر؟ چی گونه احمد؟ چی گونه گینی؟ مسائل بسار یک رقم گنگ و یک رقم قسمی که آدم اطور نمیتونه که با سرعت لجه بازگو بکنه. بله،
یعنی واقعا هم در یک حادثه ترافیکی بود یا خب یک حادثه بود یک سانه بود بله هیر آدم اطلاع بسیار نمیتونه که سرش زیاد تاکید بکنه موثق نمیتونه کسی در مورد صحبت بکنه چرا کسی میتونه موثق صحبت بکنه که بره مستقیم یک جریان رو دیده باشه که بالاش کلام فیل صورت گرفته باشه یا یک آره مرحوم آصف بود فکر کنم از طبل نوازان استاد احمد ظاهر تو ویدیوهایی که گرفتیم با منم گرفتیم داخل چنل هست این بود صحبت کرد که احمدزاده رو کشتن گفت ما یکی بودیم دیگه هم خونه بودیم فامیل ما میومد اونا میومد همه جا با هم بودیم همه جا و گفت حادثه رو ساختن ولی حادثه نبوده و در واقع به قتل رسوندن و شهید شد یک سدین کده باشه یک رقم گنگ و یک رقم مرموز این موضوع ارائه داده شد که تا امروز هم به شکل باقی مانده یک کسی که ایره با سرات لجه گفته باشه و ایره چشم دید خود گفته باشه اما تا یک چیز تابل وجود نداشت میگن یا شنیده ایم یا باید واقعیت هم هست که احمد ظاهر یک آدم عیار یک آدم غریب نماز یک آدم بسیار مردان سپر چیز نظر تان راجعه به ایفکان خاطری بلکل او کسی بود که یعنی من یکان چشم دید خودم بسیار مختصر بودم اگر از اطراف و اطناف ما کسایی بودن که امزای بسیار دلسوز بود واقعا غریب نواز بود واقعا غریب پرور بود واقعا میتونم فکر نمیکنم که تمام زندگیش او اندوخته داشته بوده باشه اندوختش اینمی دست سخاوتش بوده خسارت من پول ذخیره نداشت اصلا و همیش بی پول بوده سخاوت زیاد بارونم یک بونم چیزی که نداشت بونم چیزی که نداشت بالاخره در از حالت راضی بودم هم در زندگیش هم در مرگش ست میکنم بونم یک مثال است میگه خلق خوش خلق را شکار کند من یک دفعه اتو وقتا میشه که من میرم در اون منطقه میگم که اگر خدا کنه باشه یک انگور حسینی میورد در مقابل اسپینزر اوتر اسپینزر پل باقومی که واقعا به نظیر بود چیزی بسیار خوب بود یکی بسیار اخلاق خوب داشت خوش برخورد بود اونم یکان کسی رزو مخته خود دیدی کسی به دلت نمیخواه که باز یکان دفعه زب پیشون شد کشه دقیقان الان خیلی هنرمندای خودمون اون فرا نمیگم بسیار قدن اصلا با یک کیلو عسل هم خورده نمیشن اصلا نمیشه باهاشون ارتباط برقرار کنی شما بزرگی تو مدیون مردم هستی همین مردم اگر از شما حمایت نمی کردن خب شما هیچ موقع بزرگ نمی شدی پس این همه خودتو گرفتن و این همه غرور برای همین مردمی که تو رو بزرگ کردن پول کردن تو جیبت پول گذاشتن سر سفرت زندگی تو سر و سامون دادن نباید خودتو بگی باید خاک پاشون هم باشی استاد احمد ظاهر دیگه اون موقع این حمایت‌های مالی وجود نداشت حمایت‌ها قلبی بود قلباً با هم ارتباط برقرار می‌کردن و به همین دلیل بوده که مردمی بوده بی غرور بوده با همه رفیق بوده انگار نه انگار احمد ظاهر بوده اسم رو یه تریلی نمیتونه بکشه بسیار کسار ما شما دیدیم که با اونم یک گاهن گم شده او آهنگ هم کپی بوده او آهنگ هم حالا ببینین شما اگر قرار باشه که تو آدم در عموم صحبت بکنه بسیار کسا میرنجه از صحبت های آدم حالا ببینین شما روی شعر من روی آهنگ شما روی تصنیف جناب دگه و ایکس وای زد بالاخره مردم ها صاحب در سطح جدول قرار میگیرن در حال که چقدر خوب است که اینا بتونن کمپوزیتور رو بیارن دعوت بکنن که امی که بر از آقا تازه کمپوز بکنه شاعر را دعوت بکنن که بر از اینا شعر بتن آهنگساز را دعوت بکنن که بر از اینا آهنگ بتن مگر کل چیز خلاصه میشه با یک چیز بالاخره که او را اگر اسمش تفریح بگذاریم بهتر است نه یکی او کدام چیز سوژه دیگه را درست است که اونم آقا یک خواننده میشه که استعداد داره مگر او در محدوده خودش باقی میمانه و از محدوده خودش نمیبره بیرون برای ازی که روی میگردانه به طرف کجا به طرف ازی که از یک آهنگ چی خارجی باشه چی داخلی باشه یک آهنگ را بالاخره از
یه گوشه و کنارش جره قیشو کن جره با مزرم خودت برابرش بکن بخوان براخره گم میشه گم نام هستن یه کسا او آهنگا با سر زبانان نمیشینن. یه نکته دیگه هم هست، خیلی ها تو همین بره زمانی دارن از اسم احمدزاده سوء استفاده میکنن. یه سری خواننده ها هستن که میخوان خودشون رو نشون بدن، میان آهنگای احمد ظاهر رو میخونن که به اسم احمد ظاهر، مثلا یه خواندن من میکنم موزیک مال احمد ظاهر، همشش مال احمد ظاهر، فقط من میام دیگه با صدای خودم میخونم. اینطور سوء استفاده هم هست و خیلی از این قبیل باید مراقب باشیم که ریز بهش پرداخت. چیز نظرتون که بیاد کانونای به نام احمد ظاهر، کانونای فرهنگی انواع و اقسام نامای مختلف دارن، یعنی مشخص کانون فرهنگی نمیگیم، شاید کانونای تقاطیان باشن، اینا جمع میشن برای احمد ظاهر ایجاد شده اما کان فعالیت مؤثر وجود ندارن. نظرتون چیز که از این که از احمد ظاهر یک آدم عیار بود، یک آدم غریب نواز بود و وطن ما دولت بسیار فقر قرار برن، اگر ما بتونیم به نام احمد ظاهر امی کمک های گپ های آره دیگ مرجی که واقعا و آدم ها خودشون نیتیاج نباشن که جمع شوه و در ضمن امی احمد ظاهره که بدل ها و بقل ها را دارن، اگه بتانن که از نام ازی از پولی که به نام ازی جمع میشن شرکت های مخابراتی گرفته تا تلویزیون ها و رادیو ها به نام احمد ظاهر نشرات خود را پخش میکنن و مفاد خود میگیرن. اگر امی نظر من خواهم تر یک چیز است که اگر یک مرجع حقوقی یک مرجع مطمئن جمع‌آوری کمک های احمد ظاهر جمع شد و واقعا به فقیر و غریب های مستحق که در وطن ما بسیار زیاد هستن دادش های این کار خیر نخواهد. این آقای روی یک نوع سوء استفاده جویی بوده. اگر واقعا در مورد احمد ظاهر کسانی که در این عرصه قدم مثبت می برداشتن و این پول واقعا به مقداری که باید میرسید میرسید، امروز حداقل این اعتراض دولت سکوت رو خود مواجه نمیشد، بسیار بسیار خوب پیش میرفت، مگر دی پسان بسیار بدی و بسیار چی شد از نظرها تقریبا افتاد، به خاطر از اینکه اونا دیدن که وقتی که قرار باشه چیزی را که ارائه میتن باید یک چیز حداقل بر از اونا بازگو شود و یک نتیجه بر از اونا داده شود. تا بار چیز خود که من مسلم زنده دیده باشم که از امی طریق از امی نهاد چیزی بر کسی داده شده باشه، من در او بر نکردیم. و این صحبتی که کرد حرفشون درست ها، یه نهادی درست بشه برای کمک های حالا مردمی به اسم استاد احمد ظاهر و باید یه افراد خیلی مطمئنی این کار رو انجام بدن و اعتبار داشته باشن، چون به هر حال چیزی میشه. این پروسهی که ازش صحبت کرد یه پروسهی که به نتیجه خواهد رسید، اما به طور کامل و 100% ازش استفاده بشه، حرف اینجاست که مثلا من میشم مسئول این ولی یک سومش رو میدوزدم برا خودم، دو سوم از کمک ها رو میدوزدم برا خودم. این مسئله ها هم هست که اقدامی شاید انجام نشه، در واقع اون فرد معتمده هنوز نیست بین مردم. شاید حالا بریم صحبت های بانو هنگامه رو بشنویم، در برنامه مختار لشکری بوده کاکتوس و هیچ کس جایگاه استاد احمد ظاهر را در موسیقی افغانستان نخواهد گرفت. یک سوال تاریخی رو بر ما افغان ها حل کنید، شما چند ساله هستید؟ من 1961 تولد شدیم. اوکی، موبایل من خو ماشین حسابشو قد نمیشه، پس ما میره یک ماشین حساب صحیح بیارید بر ما که نخواهید. احمد ظاهر چقدر دوست نداشت که یک هنرمند دیگر هم سطح و یک آهنگ خوب بخونه؟ کسی نمیتونست با احمد ظاهر همسری کنه، یک سرشار بود در کسی، کسی نبود، خودش بود صرف برای خودش. یکی دیگه از نکته های بارزی که استاد احمد ظاهر به این جایگاه رسید، هیچ وقت فکرشو درگیر رقیب و رقبا و این کارش خوبه و این کارش بده و حاشیه و ماشیه و اینا نکرد. با عشقش که موسیقیش بود، آهنگاش بود و اینا زندگی میکرد. خب شاید یک سری آهنگا به دل خودش دوست نداشته باشه،
خب ولی اومده روش کار کرده، عشق کرده، منتشر کرده، باز شاید یک سری دوستش نداشته باشن. الان یک سری از آهنگ‌های استاد احمد ظاهر رو مثال میزنم ها، شاید یک سری دوست نداشته باشن، ولی شما 98% 99% موزیک مثبت داری میبینی، موزیک رو میشنوی که دوست داری. اون 1% خب انسان حالا آدمی دیگه، شاید تو نتونی یه نفر دیگر رو راضی کنی. خدا با اون خداییش همه رو راضی نگه نداشته. این یه حقیقتیه که میبینیم انسانهایی هستن که کفر میگن، انسانهایی هستن که دشنام میدن و درگیری هایی دارن با خدا. و نکته قشنگ اینجا بود که کاری به هیچکی نداشت. میشه از آشناییتان با آقای احمد ولی و ادامه زندگی و بعد جدا شدن و مسیر متفاوت تان قصه کنید؟ قصه داره که قصه از بسیار طولانیست، اگر بگویم قدر گپ میشه شاید بسیار زیاد صحبت ها سرازی شود. آیا فکر میکنید احمد ولی دوست داشت بیشتر از آن چیزی که شما فکر میکنید از شما مواظبت کنه، از شما محافظت کنه؟ اگر بخواد واقعیت اگر نگوید چی؟ اما یکان وقت میگم باید واقعیت گفته شود دیگه، از دلم براید تا کهی که مایی رو نگویم. بازیگر سینما شدید شما خانم انگام؟ من مادرم گفته در بغل یک کسی نام و شعرم گفته نمیشه، یک چیزی رو بگیره بروی یک چند سر و صدای موسیقی بگذاره و بعد از او بیا یک چند تا فیسبوک هم جور کنه، بعد از یک چند هزار لایک، چند میلیون لایک هم بگیره. به خدایی هنر نیست. یادتان میاد خانم انگامه که اولین آهنگی را که در رادیو افغانستان خواندید کدام آهنگ بود، کدام ترانه بود؟ کاکتوس پلاس با لشکری. و این بود از برنامه امروز. حالا این ویدئویی که از خانم هنگامه دست ما بود یه نکته ریز داشت که بچه در داخل این برنامه در مورد استاد احمد ظاهر خیلی صحبت میکنه که من برنامهشو جداگونه هماهنگ کنیم داشته باشیم. اگه اطلاعاتی داریم و برنامه بانو هنگامه رو دیدین با کاکتوس حتما برام بگین که خیلی جالب شد و مشتاق شدم. مرسی که بودین، خیلی چکر. تا دیگه بعد، بای بای.